امروز میخواییم با همدیگه کیک شکلاتی بسیار خوشمزه و خیلی آسون درست کنیم. تا آخر ویدیو همراه من باشین. برای شروع اول از همه تخم مرغ ها رو میذاریم که به دمای محیط برسه و بعد زرده و سفیده رو از همدیگه جدا میکنیم. حالا با همزن شروع به فرم دادن میکنیم تا سفید حجیم بشه و کمی فرم بگیره. به این حالت که رسید بهش نصف شکر رو اضافه میکنیم و دوباره به هم زدن ادامه میدیم تا سفید قشنگ فرم بگیره و سفت بشه. اگه هوا خیلی گرمه میتونین داخل یخچال بذارین. حالا زرده ها و بقیه شکر رو با همدیگه مخلوط میکنیم تا کرمی رنگ بشه. بهش روغن مایه و شیر ولرم رو اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. بعد مقداری از آرد الک شده رو به مخلوطمون اضافه میکنیم. هم میزنیم تا کاملا یک دست بشه. بعد بقیه آرد و پودر کاکائو، بیکینگ پودر رو هم بهش اضافه میکنیم و قشنگ مخلوط میکنیم تا یک دست بشه. ویدیوی قبلی یک کیک برفی بسیار خوشمزه بود که اون از این قسمت بالا میتونین ببینین. به همین ترتیب به هم زدن ادامه میدیم تا در آخر غلظت خمیر کیک ما به این حالت برسه. حالا سفیده های فرم گرفته را توی دو مرحله به مواد کیکمون اضافه میکنیم و هر بار فقط در یک جهت و به صورت دورانی هم میزنیم تا همه موادمون با هم دیگه یک دست بشه. این مرحله رو آروم و با حوصله انجام میدیم تا پف کیکمون نخوابه. خمیر کیکمون کاملا آماده است. داخل قالب 20 سانتی متری کاغذ میذاریم تا بعداً بتونیم کیک رو راحت تر جدا کنیم. کمی چرب میکنیم و بعد خمیر کیک رو داخل قالب میریزیم و بعد داخل فری که از قبل گرم کردیم با دمای 160 درجه میذاریم که 45 دقیقه بپزه. البته به فرهای مختلف هم بستگی داره، حتما خودتون چک کنین. بعد پخت میذاریم که کیک کمی خنک بشه و بعد دورگیری میکنیم. کمی کیک رو تکون میدیم تا مطمئن بشیم که از قالب جدا میشه و بعد داخل ظرف سرو برمیگردونیم. کاغذش رو جدا میکنیم و دوباره کیک رو برمیگردونیم. برای درست کردن گاناش خامه صبحانه رو داخل یه ظرفی میریزیم و روی حرارت میذاریم تا از کناره ها شروع به جوشیدن بکنه. بعد بهش شکلات اضافه میکنیم. میتونین از شکلات شیری یا تلخ یا هر دوتای اینها استفاده کنیم. قشنگ با همدیگه مخلوط میکنیم تا یک دست بشه. به این حالت که رسید گاناش ما آماده است. روی کیکمون اضافه میکنیم و بعد با استفاده از یه پالت شروع به صاف کردن گاناش میکنیم تا به همه جای سطح روی کیکمون برسه و تا جایی که بتونیم صاف پخش میکنیم. این کیک شکلاتی خیلی کاربردیه و میتونین واسه یه خامه کشی هم ازش استفاده کنین. حالا کیک رو میذاریم داخل یخچال. خامه قنادی داریم، میذاریم که مثل بستنی شل بشه و بعد با همزن شروع به فرم دادن میکنیم. اولی حالت مایه به خودش میگیره ولی کم کم شروع به فرم گرفتن میکنه. به این حالت که رسید بهش پودر کاکائو اضافه میکنیم. دوباره شروع به هم زدن میکنیم تا یک دست بشه و خامه شکلاتی ما آماده است. خامه رو داخل یک قیف میریزیم و با استفاده از ماسوره دلخواه روی کیک پایپ میکنیم. به سلیقه خودتون از انواع طرح‌های مختلف واسه روی کیک میتونین استفاده کنین. من در آخر روی کیک رو با مقدار توت فرنگی تزیین کردم. اگه دوست داشتین میتونین همین الان سروش کنین یا اگه وقت دارین میتونین واسه چند ساعت داخل یخچال بذارین و بعد نوش جان کنین.
اینم از یه کیک شکلاتی بسیار خوشمزه و خیلی آسون. امیدوارم که دوست داشته باشین و لذت برده باشین. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. واسه یه دیدن آموزش های بیشتر کانال منو سابسکرایب کنین و روشن کردن زنگوله هم یادتون نره. این ویدیو رو هم واسه دوستاتون بفرستین و منو به اونها معرفی کنین.